ببینید، سینمای ایران قبل از شروع این اعتراض ها هم دچار بحران بود و مهمترینش ریزش مخاطب که در دهه 90 دیگه به اوج رسید، در انتهای دهه 90، و بعد در واقع شیوع کرونا میشه گفتش که به شدت وضعیت مخاطب رو در سینمای ایران متلاشی کرد، در واقع استقبال رو و اکران رو. و بلافاصله بعدش در حالی که چند ماه بود تلاش هایی داشت میشد که به اصطلاح خودشون مردم رو با سینما آشتی بدن، در واقع روی کار اومدن دولت ابراهیم رئیسی و سختگیری ها و سانسور و توقیف فیلم ها اوضاع رو بدتر کرد. و در واقع حالا هم که در این هفته های اخیر وضعیت در واقع اعتراض های سراسری که اساس نظام رو زیر سوال برده، و چون سینما ایران ماهیت دولتی داره، یعنی فارغ از اینکه حالا تعداد زیادی فیلم با کمک های دولتی یا به سفارش نهادهای حکومتی ساخته میشن، مسئله مجوز ساخت و نمایش باعث میشه کاملا دولتی باشه و یک جوری تبدیل شده به نمادی از حاکمیت جمهوری اسلامی. به همین دلیله که الان در واقع زیر فشاره. از طرف دیگه جشنواره فجر به عنوان یک رویداد سینمایی دولتی به شکل مضاعف این فشار رو تجربه میکنه و فکر میکنم در واقع تعداد فیلم های متقاضی جشنواره که حدود 30-40% نسبت به سالهای قبل کاهش داشت این رو نشون میده. از طرف دیگه مطمئنن از همین الان میبینیم که زمزمه ها و حرف هایی درباره تحریم جشنواره به گوش میرسه. از طرف دیگه سینماگران زیادی بازداشت شدن، ممنوع الخروج شدن و غیره، و اصلا در یک شرایط کاملا غیر طبیعی الان سینما ایران به سر میبره. ولی در واقع دولت مستقر و کل حاکمیت اصرار داره که جشنواره های سینمایی رو توی همین وضعیت برگزار بکنه. جشنواره فیلم کوتاه تهران رو برگزار کرد، سینما حقیقت به زودی برگزار میشه و بعد جشنواره فجر. و چون این اصرار رو داره به نظرم میاد که جشنواره فجر با یک بحران مقبولیت و مشروعیت بی سابقه مواجهه، و فکر میکنم امسال یکی از در واقع میشه گفت نمیدونم بگم بدترین یا یکی از جنجالی ترین دوره های خودش رو شاهد خواهد بود، به خاطر اینکه تحت فشارهای بیرونی از یک طرف نهادهای امنیتی دخالت میکنن در امر سینما، از طرف دیگه مردم هیچ علاقه ای ندارن که شرایط عادی بشه و الان مثلا فستیوال سینمایی برگزار بشه. بنابراین فکر میکنم که یک اتفاقهای بی سابقه ای خواهد افتاد در صورت برگزاری، و در واقع این بیانیه‌ای که انجمن منتقدان داد شاید یک نقطه شروعی باشه برای اتفاقهایی که ما طی 2 ماه آینده خواهیم دید.